السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پروردگارا پیغمبرت وعده داد، گفت نفس و حرارت دهن روزدار در نزد خدا از بوی مشک انبرم زیباتر و خوشبوتر است. ما آرزو داریم و دعا میکنیم خدایا و نفس خوشبوی این رمضانی ها تمام بیمارای ما را شفاته. پروردگار را به برکت نفس این رمضانی ها همه ما را صاحب اخلاق محمدی گردان. پروردگار را با نفس خوشبوی این رمضانی ها قلبای تاریک مسلمان ها را روشن گردان. به توفیقای ما را توفیق ده، این مسجد آباد و زیبا نگه دار، از آفت و بلا و تهمت و دسیسه ها ما را نگهبان باش. سرزمین و وطنای ما را خدایا تنجی آرامش ارزانی گردان. پروردگارا در خاندان هر یک فرد مسلمان، در خاندان هر یک مسلمان تاجیک فیض، برکت، فتوحات، آرامی را نصیب روزی گردان. هر مسلمانایی که در اینجا هستند خدای خاندانشان در تنجی آرامی را ارزانی گردان. رمضانای ما را قبول گردان، عاقبت کار ما را به خیر، ایمان ما را به سلامت گردان. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا و انت خیر الفاتحین. آمین آمین یا رب العالمین. والاخلاص هو روح عمل داعیتی. ما درباره اخلاص و درباره اخلاص و درباره خاکساری صحبت داشتیم. صاحب کتاب گفته است که اخلاص این روح هست، جان هست در بدن هر یک نصیحت کننده. اگر شما دیدگی باشه یگان بدن دیده که به جان باشه، بدنی به جان حتما برده در لحد میمونه، بدنی به روح برده حتما در لحد میمونه. هر آدم اخلاص نداشته و این رنگ آدم مرده بده. آدمای به اخلاص اینها رنگ جسدای به روح بدیم. هر آدمی که نصیحت میکنه اگر اخلاص نداشته باشه و هیچ کدر نصیحتش اثر نداره. گفته ای دعوتگرا و نصیحتچی ها، اول خودتان اخلاص کنه، اول خودتان در این را مخلص شوه، درایه قلب شما در نور اخلاص پیدا شوه. شما کسی را نصیحت کرده که گپ شما را گوش میکنن. اخلاص این یک روح بدای برای هر یک آدمی که عمل میکنه به سوی دعوت و به سوی نصیحت. و اهم صفاته و مهمترین صفت آدمای نصیحتگر، هر چی به خودش یک صفت داره برادر، یا آدم صفت خوبی داره، یا آدم صفت احسان داره، یا آدم به خودش، هر کس به خودش یک صفت داره. بهترین صفت آدمای نصیحتگر، بهترین صفت آدمایی که مردم به سوی نیکی دعوت میکنن، همچون معلم و نصیحتگران، این اخلاص بوده. برای همین کسی هست برادر، یا من یا شما یا پدر یا معلم، تا خودمان در گفتار خودمان اخلاص نداشته باشیم گپی ما رو هیچ که گوش نمیکنن. باید اول مخمون اخلاص داشته باشیم. فبدونه يكون جهد الداعيه وعمله هباء منثورا. هر کسی اخلاص نداره، باخش دعوتگر میگیره و نصیحتگر میگیره و پدر میگیره و خودش مقصد معلم میگیره و خودش مردم ده نصیحتچی میگیره، اگر خودش در وجودش اخلاص نداشته باشه این عملش هباء منثورا. هباء منثورا رو میدونی چی ای؟ بالای آب ده پوپکچه ها را دیدگی هستید، حبابچه ها بالای آب در میگیرن و عمری کوتاه داره، در بین پنج ثانیه در یک تشنیس میشود. هر کسی که اگر معلم باشه و دعوتگر باشه و داعی باشه و نصیحتچی باشه و مردم نصیحت کنه،
خودش اخلاص نداشته باشه، گفته تمام عملش رنگ پوپکچای بالای اوای یک دمده میپره گپی و هیچ کده تأثیر نداره، هیچ کده، برای که خودش در گپش نیست. برای همین برادر هر چیزی میگیم باید اول ما خمون اخلاص داشته باشیم. والاخلاص من اهم اعمال القلوب باتفاق ائمه الاسلام. اخلاص مهمترین عمل قلب بوده. تمام علما اتفاق داشتند که هر کسی که اخلاص داره در قلبش عمل داره، هر کسی اخلاص نداره و قلبش خالیه. حضرت عمر باز هم میگن تاکید میکنن پرسیدن حضرت اخلاص چیست؟ گفت نه خط بینو نه خلقه، فقط خدا را بین. معنی اخلاص چی بده؟ نه خط بینو نه خلقه، خدا را بین. این همی جشیشتیم خدا را بینیم. من در فرقش چیه مردم من میبینه نمیبینه، یا من در فرقش چیه من چکار کردیستم؟ خط نبین که ریا پیدا میشوه، خلقه نبین که سمعه پیدا میشوه. ریا خودبینی بده، خلق بینی سمعه بده. هر دوش در دین پیغمبر ثواب مخرن نس میکنن. اما اگه جان شینن همین برادر رو گوی شینن نکنن این کارو، شما در کار نسه این کارو، التماس شینن این چرا در اینجا تقسیم هم نکنن دویم با ای برین در هم کانسلی هر همونی خورما و او کفایگی های نکنن برادر گیر این رو بختمو. بگیر ای دست همینو گیرین، شما التماس ای دست شون گیرین، گیرین ای دست شون. همون بچه هایی که ولانتیوره همین را جمع کنن، التماس همین کارچه همین پیراشکی تقسیم کنن را و ساموسا تقسیم کنن را، فقط خورما و او اجازت شده گیر. ولا شک ان اعمال القلوب هی الاصل. شک شبه نیست که یکی از عملهای قلب ما اخلاص بده. برادرا چیزی که در قلب ما باشه او فوندامنت ایمان ما هست. برای انامین فوندامنت ایمان یکتش اخلاص بده. یکمش برای چی؟ در قلب محبت خدا و محبت رسول هست. برای انامین چیزی که در قلب ما محبت خدا و محبت رسول هست و یا باید ما چیکار کنیم؟ پروریش دهیم. یک تای او برای ما و شما چیه؟ اخلاص. و توکل علیه، توکل کردن به خدا در قلب، و اخلاص الله در قلب اخلاص میشده، محبت خدا و رسول میشده، توکل میشده، خوف از خدا میشده، امید کردن به خدا میشده. تمام عملهایی که در بیرون ما نشان میتیم، ای نماز و روزه و احسان و خیر چیزی که داریم، همه این ای درون سرچشمه میگیره. درون که تازه باشه در بیرون ما خوش رو نشان میتیم، درون که بیزه باشه بیرون ما در کار نیست. برای همین اخلاص این فوندامنت عمل بده یکتاش. برای همین همه من به اخلاص باشیم. فإن النية بمنزلة الروح. انا که نیت، نیتم رنگ جان بده در بدن آدم. نیت ها رو خوب کنیم برادرو، خیلی نیت خوب کنیم که یکی ای ریشه های اخلاص این نیت های. با کدام نیت ما ایجاد رو اومدیم، با کدام نیت اومدیم، همیشه نیت ها را درست کنیم. زیرا این که خداوند قطعی نیتی ما کار میگیره، با عمل ما نه، اول با چیزی ما کار میگیره. نیت، نیت ها را درست کنیم. سحری هم برای رمضان نیت کردن، برای طهارت چی؟ برای نماز چی؟ برای زکات چی؟ برای حج چی؟ کدام چی به نیت های؟ کسی نیتی درست نداره برادر، وای رنگ مرده های بدنش. کسی را که نیتش درست های وای زنده های. برای همین نیتی نیک خطی همه کار سر کنه. آبادی های، محل داری های، کوچه داری های، جماعت داری های، کشور داری های، مسجد داری های، هر کسی را نیتش نیک باشه قسم بخدا خدا را یاردن میکنه. کسی نیتش بیزه باشه که وی خدا یاردن نمیکنه در همه دور زمان. نیت این رنگ روحی بدن مونه. من آزی روح ما را زنده کرده ایجا آورده، نیت ما را زنده میداره همیشه. والعمل بمنزلت الجسدی. عمل این رنگ جسد بده. من همی جسد دیده ها روح ای را زنده میکنه. عمل قبول شدنش وابسته به نیت بده.
کسی را نیتش درست باشه عملش قبول است، کسی را نیتش درست نباشه عملش قبول نیست. نیت و عمل یک جای میشدن اخلاص او میدادیم. برامین برای انامین اخلاص را نیت را اخلاصی ما کدام وقت بقوت میشود؟ نیت قطعی عمل درست کردن در کاره. للاعضاء الذي اذا فارق الروح مات، هر اعضای بدن ده که اگر روح برایه و بدن میمره، هر بدنی ده که نیت نیک نیست اخلاص شمردگی است. خواهی که اخلاص ها زنده باشه نیت ها را درست کنیم. چقدر نیت های درست کنیم؟ بعضی حالت های میشه که انسان میره و یک جا انسان یک جا میره و یک نیت ای اوجا دیگر چی افته می بیاد. چگونه حضرت گفته که بحرینان یکی سوی نانوا دوید، یا آدم بحرینان رفته تا طرف نانبای خانه دوید، رفت که داد جان تا حسن نانوا را بدید، جان داد حسن نان پز دید، نانوی فسان بود. حضرت موسی رفت که من علاو گیرم برای آیلم بیام، رفت علاو ده که خدا قدی گفزد اینکه به وعد المقدس طوا، ای موسی فخلع نعلی، اکنون نعلات کلوچات برار، تو در وادی مقدس رسیدی، به نیت علاو میرو و به جبرئیل قدی خدا گفت میزند. بعضی آدم ها ای نیت نیک بین به کدام نیت میرو، مسجد ما آمدیم نیت قدی بیاییم که ما همجا در خدا را خرسان کنیم. مسجد آمدیم باید کوشش کنیم که خدا از عمل ما خرسان شود. انا همین های هر یک مسلمان، انا همین های که نیت کرده می بیان مقصد نمی رسن. بحرینان یکی سوی نانوا دوید، داد جان تا حسن نانوا را بدید. همچنانی که حضرت موسی علیه السلام رفت میگه انا می نعمت ها را دید، آتش او دید که از آتش بیرست. حضرت موسی رفت آتش آرد به دست، از او آتش خلاص خورد و رفت به خالقش رسید. داستان قرآنی هست که یا موسی فخلع نعلی اینکه به وعد المقدس طوا، ای موسی کلوچات برار او برمان، اکنون تو آمدی و رعا نارن برای دیدن الله، لخچه آمده که زندگیم در رومو الله گریان کنو، کودککان گرم شوند، تو امروز آمدی الله و نه صاحب الله و یافتی. بسیاری ما امروز مسافر و مهاجر شده می بیاییم برای زندگی کودککامون، اما در اینجا بسیاری ما با ایمان میشیم، بسیاری ما قرآن خوان میشیم، بسیاری ما خداجو میشیم، بسیاری ما از فعل حرام عرق نوشی و زنا و ده کار می پرتویم در داخل این ده کاری دیگر برادر. انا امین اینه نگوین که ما و شما اینجا میبین فقط، نه، در داخل این مهاجرت و مسافرت ما صدها چیزی دیگه، ما به قدر برادران میرسیم. در اینجا میبین بسیاری ما خداجو میشیم، بسیاری ما نمازخوان میشیم، ترابه خوان میشیم، ختم خوان میشیم، بسیاری ما ناحقی ها را میبینیم، بسیاری ما گناه های خود ما را میبینیم. حضرت موسی میرود که الله و گیرم میرود به خدا میرسد. خوشا به حال انسان های در بسیاری کار میروند، بسیاری کار در صاحب میشوند. برای همین نیت چیزی بزرگ های روایت که امام ابو داود میبیان رو آثار صحابه، حضرت ابو هریره روایت میکنند که ابو هریره گفته بود است که روز قیامت در اطراف رسول مردمای بدستیان، در اطراف پیغمبر مردمای بدستیان، روحاشان مثل نور، در دل اونها یگان گر غم و اندوه نیست. در اطراف رسول اکرم دیان بعد از او از اونها میپرسیدیان که شما جنت میره، میگفتن این جنت به نور این آدم خلق شده، این جنت به نور این آدم زیبا های، ما اطراف همین هم میقپیم، اطراف همین هم که قبیلیم خانه خواه همین ما را خودش میبرم. بعد از او پرسیدن ابو هریره را که اینا کیا هم، گفت اینها انسان هایی که نیت نیک نسبت رسول اکرم داشتن، نیت پاک نسبت پیغمبر داشتن، پیغمبر را به نیت پاک دوست داشتن، عاشق ندیدن مردن برفتن. برای همین برادران به نیت نیک ما فردا در اطراف رسول اکرمیم،
صلی الله علیه و سلم امر میکنن جنت نمیدوره شما جنت نمیره میگفته که جنت ای نوری همی به دنیا اومده گه یوخی همی تمام ایمان داریم این جنت از نوری رسول اکرم است برای ان خوشا به حال انسان هایی که در اطراف رسول هم خوشا به حال ابوبکر صدیق در زندگی با رسول الله بود خوشا به حال فاروق اعظم خوشا به حال عثمان و علی خوشا به حال اون صحابه اونها چی آبرو دارن امروز در اطراف رسول اکرم بعضی حالات های میشه که شاید پیغمبر در صد روزم در هزار روزم بعضی ادمو در یک بار خشد جلوته یا اما اونها هر روز میبینن هر ساعت میبینن یک چیزی مهم با از روی نیتی نکم هر روز رسول اکرم قدی بدی من همینجا ما آمدیم برادرو همه ای ما باید همی خیلی اخلاص قدی بیاییم که ما فردا رسول الله قدی وا میخریم ما پیغمبر دوست میداریم ما پیغمبر قدی میشینیم ما پیغمبر گویا که تمام اعمال و اخلاص قدی دوست داریم فردای قیامت انمون ها بدیم در اطرافش میگتن جنت نمیدرانی میگتن جنت از نوری همین های جنت از تجلیات همین های جنت از زیباگی همین های همین که نباشه جنت کی در کور های ما اطرافی همین دیم خدای ما رو از همون ها گردونم کیو بدین و کسایی که نیتی نیک نسبت رسول اکرم داشتیم برادران پیغمبر خدای نیت ها مانا نیک گیریم ایروی نیت های به معنی ما به اخلاص نمیرسیم نه جورگی خوب داریم نه دوستی خوب نه آشناگی نغز داریم نه مسلمانی خوب برای که نیت ها مان بده هر آدم خدا چنین نیت چی یاردن میکنه هر آدم پروردگار چنین نیتش حاجت چکار میکنه میبراره فيجيب على داعية أن يكون مخلصا لله عز وجل لا يريد رياء ولا صنعة واجب إيماني بده براي هر مسلمان كي خدا و پیغمبر ده اي روي إخلاص عاشق باشه اي روي رياء نه من بينان اي روي صنعة نه من شنوان از روي اين باشه كي او واقعا عاشق خدا و رسول باشه گاهی میشوه انسان های هستند در داخل جاگه خوابند ما به خبریم اونها گریه دارند ما به خبریم اونها عشق میریزانند حتی پرابدگی زنش نمیفهمه که اولی گریه داره برای خدا حتی زنه گریه میکنه شوهرش نمیفهمه وی گریه داره برای رسول اینا رو مخلص میگم خف میشینه گریه میکنه دینا گفتم که علامه لکنوی را وقتی اذان میگفتیان نامی پیغمبر نمی آمدیان که اشهد ان محمد رسول الله حضرت داوید دوزونه میشه راست می گفتیان که الله ما چوه این کارو میکنی هی می گفتن تمام چیزی را که من یافتم ایروی مردای یه چیزی که در قفس سینه من این ایروی محمد است صلی الله علیه و سلام چه من نامی را نگرفت میگیرن جون در نجمون اخی اوتا دای در می دره داوید می خزی کو وجودت هستی دای اوتا تای نطفه همون پدری خونی همون اوتایی وقتی ایجورت ایدر میدرو دویده میخیزی میگه اوتام آمد آخی این ایمان این ایش آبادی گور زمین قیامت جنت تمام هستی ای پدر و مادرمان بولای رسول الله تکبیر الله ملک نمیگه وقتی نامش هم میفهمیدن میگه دوزانو هم اشته دویده که نامی رسول الله هایی برای همین هر یکی ما و شما برادرو چین نیت و اخلاص ها ما میاویم هر کسی چند که اخلاص کنه همو قمیوبه ولا سنا الناس ولا مدحهم ولا حمدهم ما در تعریف مردم در کار نیست ما در ستایش مردم در کار نیست ما در هیچ محل قنتزنی مردم در کار نیست ما را خدا بینه و رسول راضی باشه ما را پیغمبر من راضی شوه ایخ مخلص بدن ما را خدا من راضی شوه از این مخلص بدن ما این دو چیزی مهمه برای ما برادرها کجایی را آباد میکنه کجایی در درخ میشیرانه کجایی در یک آبادی میکنه خالص لله برای خدا و رسول کنه انا امین آبادی ای واللهی من قهرمان گوان نامی من نویسن من تعریف کنم من را این کنم در کار نیست برای انا همین نامی اون خلیفه ها در سنگ تاریخ نویشته شدم اون چی با همه ایچی را خالص لله کردم
انما يدعو الى الله يريد وجه الله. هر چیزی از به خاطر خدا کنه، همین کنیم که ما ای پروردگار همینجا اومدیم وجه روی راست برای تو کردستیم، روزها برای تای، افطارها برای تای، نمازها برای تای، خالص لله، قسم به خدا کمای کم کردستیم در خدا، کمای کم کردستیم، دیر می شود این رای خدا های. برای نمین کما قال سبحانه، خدای حق گفت در سوره یوسف، قل هذه سبیلی ادعو یا ادعو الالله. حضرت یوسف در درون زندان بلند شد و این نوری تجلیات ایمان و اخلاص زندان روشن کرد. حضرت بعضی هستند که دوستای خدا ترمه ها را روشن میکنن، ترمه ها رنگ آزادی های، اما بسیاری آدم ها در آزادی در ترمه نکن. بسیار انسان عزیز یوسف بین که به نور اخلاص ترمه را روشن میکنه، میگه انا من راهی من، شما را دعوت میکنم بیایید، زندان مسلمان میشه. بسیاری حالت در حال ما نور تجلیات ایمان قطعی اخلاص ندیدیم. نور تجلیات اخلاص بین که یک جلوه میکنه، زنای مصر دستاشون را میبرن و میفهمن. انا بینین اکنون، بینیم که آن روز از اون چادر، از اون حلافه، از اون غلافه روز قیامت پیغمبر می براید. پیغمبر از اون چادر بلند می شود، در عرصات قیامت نوری او پیغمبر می بینیم، اون نوری اخلاص خدا های. حضرت یوسف بینیم که همی خیلی مخلص های در خدا که همی خیلی یک می درخشه دستار می برن. قسم به خدا حضرت عایشه گفتن اگر پیغمبر شما می دیده که صورت اصلش تی زنای مصر دست بریدن، اگر پیغمبر می دیدن قفصای سینه شون می بریدن. نور اخلاص های ما خیلی اخلاص دوریم. آدمی به اخلاص در همه در کاره، آدمی به اخلاص نورانی می شود و جلوه آینه خدا بینه در زمین. این نور اخلاص بود از یوسف نشان داد. ما ولی ندیدیم زیباگی را، ولی مایل شکنون، ولی یوسف را دیدم دست بریدم، پیامبر را دیدم قفص سینه می بریدم. اما پیغمبر ساز و یوسف ساز را بینیم چی؟ او خدا را بینیم چی با اون نور اخلاص. برای همین حضرت گفت در درون زندان بلند شد، گفت این می راهی من ای، گفت این راهی پدرای من ای، گفت اگر بیایی گفت بیاد همی راه بود رایی. ترمه را نورانی کرد، ترمه را جنت کرد. بعد از رفتن از ترمه حضرت یوسف که زیاده از علما میگن از 7 تا 11 سال، وقتی از ترمه بیرون شد تمامی زندان در ماتم بود. این همی تمامی زندان در این نور اخلاص های برادر ها، نوری اخلاص امین ای. و در دیگر آیه مبارکه و من احسن قولا ممن دعا الی الله، سوره فصیلت، هر کسی که بهترین سخن و بهترین نیت داره این نفر عصی که مردم به سوی خدا دعوت میکنه به عملش. آدم های نیتاشون نیکم، صحبتاشون نیکه، مخلصای خدا هم، و یا آدم ها را دعوت هم نکنن رفتاری و یه میبین در همکم درویی رفتاری پیامبر اغلبیت آدم ها میدیدن همون رمیده ها و مشرک ها رفتارش را میدیدن ایمان میآوردن. بعد از او مشرک ها را پرسیدن که در ابتدا دشمن شده چو بعد از او آمده ایمان آورده، سبب چی بود؟ گفته برای که این پیش ای پیغمبریش نامش امین بود، امانتداری مردم بود، این در غیر پیغمبر نبود امانتی مردم در خیانت نکرد. معلومه ای که در پیغمبریش هم خیانت نمیکنه. انا برادر اخلاص این، بسیاری آدم ها را رفتارش میبینن در همکم درارن، اما بسیاری آدم ها را رفتارش میبینی میگریزی ای به اخلاصی و به نیتی. اللهم لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. خدایا روزهای ما را قبول کن و قلبای ما را پر از نیتی نیک و اخلاص گردان. آمین یا رب العالمین. روز